خب اوکی، الان شروع کنیم ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه بچه‌ها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. کلاس شب امتحان شیمی سال دهم، اولین جلسه از همایش‌های شیمی کلاب. امیدوارم که از این کلاس لذت رو ببرین و استفاده بکنین. ما یک دوره امتحان رو با هم دیگه حل می‌کنیم، نکاتش رو می‌گیم، با هم دیگه مرور و جنبندی رو خواهیم داشت. حالا یک کوچولو سریع به خاطر اینکه حالا تایم محدوده، بچه‌ها میخوان توی کمترین زمان بیشترین استفاده رو از این ویدیو ببرن و زکات این ویدیو نشر شه، یعنی تا جایی که میتونید بچه‌ها این ویدیو رو نشر بدین برای اینکه بچه‌ها از اولین بسته شیمی کلاب استفاده بکنن. خب بریم سراغ اولین سوال. گفته که اولین عناصری که در شرایط مهبانگ تشکیل شدن عنصرهای هلیوم و هیدروژن هستند. بچه‌ها من اینجا دیگه حفظی‌ها رو فقط می‌نویسم دیگه. جای خالی نخستین عنصر ساخت بشر است. چی اولین عنصر ساخت بشر بود؟ آفرین. تکنسیوم. عدد اتمی و عدد جرمیش هم مهمه ها. تکنسیوم 43-99. این تا اینجا. اوکیه؟ خب. بریم سراغ بعدی که برای تاثیربرداری از چی استفاده میشد؟ از غده تیروئید. بعدی گفته آرایش الکترونی لایه ظرفیت عناصر موجود در یک جای خالی از جدول تناوبی یکسان است. معمولا نمیگم همیشه ها، ولی توی یک گروه آرایش الکترونی لایه ظرفیت یکسانه، حالا غیر از گروه 18 که هلیوم 2 یعنی NS2 1S2 بقیهشون میشن NS2 NP6، ولی مثلا گروه 1 همشون NS1ه، گروه 2 همشون NS2ه، گروه 13 NS2 NP1ه. معمولا داخل یه ستون یعنی داخل یه گروه آرایش الکترونی کاملا یکسانه. از گاز جای خالی برای نگهداری نمونه های بیولوژیکی در پزشکی استفاده میشه. از کدوم گاز؟ آفرین، گاز نیتروژن. بعدی در سوزاندن سوختهای فسیلی علاوه بر گاز کربن دی اکسید گاز چی آزاد میشه؟ گوگرد دی اکسید یا SO2. بعدی قشای نیمه تراوا اجازه گذر به مولکولهای جای خالی مانند آب و یونها رو میدهد. مولکولهای کوچک یا مولکولهای ریز مثل این دوتا رو میده، چون قشای نیمه تراوا یه سری روزنه داره، اجازه مولکولای بزرگ نمیده مثل یونهای آب پوشیده نمیتونن عبور بکنن، اما مولکولای کوچک مثل آب و حالا خود یونهایی که حالا کمتر آب پوشیده شدن سایزشون کوچیک‌تره رو اجازه عبور میده بهشون. حالا بعدی آب به علت جای خالی در میدان الکتریکی منحرف میشه به علت قطبیت مولکولی، به علت قطبی بودن. پس اینجا می نویسم قطبی بودن. توی میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کنه یا اصطلاحاً دو قطبی بودن. بریم سراغ پایینیا. خب من با این حفظیات که کار ندارم، حفظیات رو لله خودتون میشید میخونید. نشر نور چیه؟ وقتی الکترون انرژی بگیره بره بالا، راحت ترین راه یا آسون ترین راه برای الکترون برای از دست دادن انرژی چیه؟ نشر پرتو. این میشه نشر نور یا پرتو. گازهای گلخانه‌ای، گازهایی که باعث گرمتر شدن زمین میشن مثل CO2 مثل H2O که یه لایه بالای زمین رو پوشوندن که اجازه به خروج امواج فلوسرخ نمیدن یا یه مقداری از امواج فلوسرخ داخل زمین نگهداری میکنن. قشای نیمه تراوا هم که الان گفتیم یک قشای با یه سری روزنه ها که اجازه به یه سری از مولکول ها با سایز کوچیکتر برای عبور میده یا اصطلاحاً عبور انتخابی داره.
بریم سراغ بعدی. گفته به سوالات زیر پاسخ دهید. اولی، چرا در تقطیر جزء به جزء هوای مایع تهیه اکسیژن 100% خالص دشوار است؟ بچه ها هوای مایع چی بود؟ هوای مایع مخلوطی از اندو، آرگون و اودو بود که نقطه جوش این منهای 196، این یکی منهای 186 و این یکی هم منهای 183 بود. خود هوای مایع هم دماش منهای 200 درجه سانتیگراد بود که هر ستای اینا مایع باشن. چرا اکسیژن 100% خالص تهیهش دشواره؟ به خاطر اینکه نقطه جوش این دوتا خیلی نزدیک به همه، به علت نزدیک بودن نقطه جوش اودو و آرگون به هم دیگه، خیلی نزدیک به همه. تو اون دمای خیلی کم این که من بیام رو مثلا منهای 184 یا 185 وایستم سخته. نگفته ناممکنه ها، گفته دشواره. بله دشواره. پس علتش چی میشه؟ به علت نزدیک بودن نقطه جوش این دوتا به هم دیگه. بعدی، چگونگی محافظت کره زمین از اشعه‌های خطرناک خورشیدی توسط اوزون رو توضیح بدیم. نگاه کنید اینجا رو، من با یه واکنش توضیح میدم. O3 به علاوه فرابنفش میشه. فرابنفش پر انرژی و خطرناکه دیگه. چی به من میده؟ میده O2 به علاوه O. همه اینا هم گازن ها. حالا O2 و O چون خود اکسیژن تک اتم اکسیژن پایدار نیست، ناپایداره، دوست داره واکنش بده. واکنش میده و پایدارتر میشه، میده باز همون O3، اما این دفعه چی؟ به علاوه فروسرخ. این تیپی فرابنفش پر انرژی و خطرناک به فروسرخ کم انرژی و با خطر کمتر تبدیل میشه. این میشه نحوه محافظت اوزون داخل چه لایه‌ای؟ همه اینا داخل لایه استراتوسفر انجام میشه، یعنی یه لایه بالای این لایه‌ای که ما قرار داریم. لایه‌ای که ما قرار داریم اسمش چیه؟ تروپوسفر. آیا افزایش فشار و دما حلالیت گازها رو در آب افزایش میده؟ بچه‌ها بیایم اینجا بنویسیم. انحلال گازها به دو تا عامل بستگی داره. یکی فشار، یکی هم دما. درسته؟ این فشار من رابطش مستقیمه، دما رابطش چیه؟ رابطه معکوس داره. فشار چرا مستقیمه؟ هر چی فشار بیشتر انحلال پذیری گازها هم بیشتر. اصطلاحاً به این قانون میگن قانون هنری. تازه رابطش خطی هم هست. دما که رابطش معکوسه، رابطش غیر خطیه بچه ها. این خلاصه انحلال گازها بود. حالا گفته پس از آب مهمترین حلال صنعتی کدام است؟ اتانول. تو تهیه چه موادی استفاده میشه؟ کلی اون کاربردها رو توی یه صفحه ای از کتاب درسی اتانول، استون و هگزان رو بررسی کرده. اونجا میتونید ببینید تو تهیه تینر استفاده میشه. حله؟ خب بریم سراغ ادامه. گفته آرایش الکترونی عنصر داده شده را رسم کرده و آرایش الکترونی آن را به صورت فشرده بنویسید. تعداد الکترون‌های لایه ظرفیت، شماره دوره و گروه ها را مشخص کنید. من اول آرایش گسترده اینو می‌نویسم. دقیقاً هم همون عنصری رو داده که من سر کلاسم تاکید کردم. گفتم دو تا عنصر حالت استثنا دارن، یکی Cu29 یکی Cr24، مس و کروم. الان من بخوام آرایش اینو بنویسم علل قاعده باید چی بنویسم؟ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9. علل قاعده باید این شکلی بنویسم، اما این شکلی نیست.
میشه 4S1 3D10. حالا میخواییم فشرده شو بنویسیم. تا اینجا آرایش کیه؟ تا اینجا آرایش آرگون 18. پس جواب فشردهش چی میشه؟ CR24 میشه آرگون 18 3D10 4S1. حالا میخواییم شماره دوره و گروه مشخص کنیم. نکته، من سر کلاسم گفتم، نکته ضریب بزرگترین اس میشه دوره. ضریب بزرگترین اس میشه دوره. پس الان که این 4 اس ما داریم، پس قطعا دوره چنده؟ 4. حالا قبول دارید این عنصر CR 24 چرا نوشتم؟ این CU 29. قبول دارید این CU 29 توی دسته دی قرار داره؟ عناصر 21 تا 30 توی دسته دی هن. اگر عنصری تو دسته دی باشه، گروه توی دسته دی باشه، گروهش چی میشه؟ میشه توان اس به علاوه توان دی. الان من این دوتا رو جمع بکنم، 10 و 1 رو جمع بکنم، گروهش میشه چند؟ 11. تازه این علاوه بر گروه مساوی الکترون های ظرفیتیش هم هست. یعنی اگر به من بگه تعداد الکترون ظرفیتی چند تاست، بازم میگم چند تا؟ 11 الکترون ظرفیتی. اما یه وقتی هست عنصر ما دسته پیه. من مثلا اینجا یه مثال می‌نویسم. مثلا سلنیوم 34 آرایشش رو اگر بنویسید میشه آرگون 18 4S2 3D10 4P4. اگر دسته پی بود، برای الکترون های ظرفیتیش میایید توان S رو به علاوه توان پی میکنید. یعنی الان 2 به علاوه 4 میشه 6 تا الکترون ظرفیتی. برای الکترون ظرفیتیش، برای گروهش، بذار اینوری بکشم، برای گروهش میایید توان پی رو به علاوه 12 میکنید. توان پی چنده؟ 4. به علاوه 12، آفرین، میشه گروه 16. پس دو تا حالت داریم، یا عنصر دسته دیه، میایید توان اس رو به علاوه توان دی میکنید، میشه هم گروهش هم الکترون ظرفیتیش، یا عنصر ما دسته پیه، میاد برای الکترون ظرفیتی توان اس و پی رو جمع میکنید، یا برای گروهش میاد توان پی رو به علاوه 12 میکنید. حل؟ خب آقا ما قد شده کلاسمون، نت این بر نه، کلاس اوکیه؟ الان هست صدا و تصویر؟ الان اوکیه؟ خب من اینجا هم رفرشش کنم. خب اوکی، الان فکر کنم صدا و تصویر هستش. حل؟ بریم سراغ ادامه.
گفته نام یا فرمول ترکیبات شیمیایی زیر را بنویسید. بچه‌ای که کلاس رو یه بخشش رو از دست دادن، فیلم کلاس دقیقاً بعد از اتمام کلاس داخل کانال آپارات و داخل کانال وبلایت من هم قرار میگیره. اوکیه؟ بچه‌ای که یه بخشی از کلاس رو از دست دادن، فیلم کامل که هیچ مشکلی توی صدا و تصویرم نداره، بعد از کلاس دقیقاً روی کانال آپارات و توی کانال وبلایت من قرار میگیره، از اونجا میتونن استفاده بکنن. نام یا فرمول ترکیبات شیمیایی رو بنویسید، قطعا سوال امتحانیتونه. الان اینجا به من گفته نیتروژن تری فلورید، یعنی آقا یه دونه نیتروژن بذار، سه تا دونه فلور بذار. آقا یه مثال دیگه، دی نیتروژن پنتا اکسید، یعنی دو تا نیتروژن بذار 5 تا اکسیژن، میشه N2O5. مثلا چی بگم، گوگرد تری اکسید، یه دونه S بذار 3 تا اکسیژن، میشه SO3. این راحت ترین نامگذاری که شما باید یاد بگیرید، نامگذاری ترکیبات مولکولی. الان CS2 چند تا کربن، از کجا بفهمم مولکولیه؟ دقت کن، دو تا نافلز اگر باشه در حد کتاب درسی دهمتون میشه چی؟ مولکولی. الان هم کربن نافلزه هم S نافلز، اسم این چی میشه؟ میشه کربن دی سولفید. حالا اینجاش مهمه، آهن سه سولفات. من از این آهن سه متوجه میشم Fe چی دارم؟ سه مثبت دارم. سولفات هم بچه ها باید بلد باشن سولفات چیه؟ SO4 دوباره منفی. من برای این که بخوام یه ترکیب یونی رو فرمولش رو بنویسم، میام بار این رو میذارم زیروند این، بار این یکی رو هم میذارم زیروند این. ولی دقت کن، چون این چند اتمیه باید بذارمش داخل پرانتز. یعنی چی؟ یعنی اینجا میشه Fe2 تو پرانتز SO4 سه مرتبه. پس چی شد؟ سولفاتو که باید کتاب درسی حفظ بشی. سه هم که فهمیدم آهن من سه مثبته، جا به جا میکنم میذارمش زیروند. اگر ساده شد ساده میکنیم. الان اینجا که ساده نمیشه، دو با سه که ساده نمیشه. حالا آقا کیا از این رومی ها استفاده میکنیم؟ ما وقتی از عددهای رومی به عنوان ظرفیت یا بار فلز استفاده میکنیم که ترکیبمون یونی باشه. یک، دومن کاتیون ما، فلز ما چند ظرفیتی باشه. چه فلزهای چند ظرفیتی هن؟ در حد کتاب درسیتون CR24، MN25، FE26، Cobalt27، Nickel28. اینا همشون یا دو مثبتن یا سه مثبت. از اون طرفم CU یا مثبت یا دو مثبت. قلع و سرب هم یا دو مثبتن یا چهار مثبت. اینا رو باید بلد باشید. حله؟ حالا MgSO4 الان منیزیم داخل ایناست؟ نه. پس عدد رومی نیاز نداره. منیزیم یه فلز دیگه. هر موقع فلز دیدی در حد کتاب درسی دهم قطعا ترکیب چیه؟ یونیه. الان اینجا یه منیزیم دارم، سولفاتم که همین الان نوشتیم، پس اسم این میشه چی؟ منیزیم سولفات. آقا اگر بنویسی منیزیم دو سولفات غلطه ها. برای فلزهایی که چند ظرفیتی نیستن عدد رومی به کار بردن ممنوعه. همونطوری که من اگر به این بگم آهن سولفات غلطه، باید برای چند ظرفیت رومی به کار ببرم دیگه. اگر به کار نبرم ممنوعه. اینجا برای ترکیبایی که تک ظرفیتیه، یعنی یه حالت بیشتر نداره، ما فقط منیزیم دو مثبت داریم. برای اونایی که یه حالت داره تک ظرفیتیه، رومی به کار بردن ممنوع میشه.
بریم سراغ 6. بریم سراغ 6. گفته ساختار لوئیس ترکیبات مولکولی زیر را رسم کنید. میخوام یه روش ساده و باحال بهت بگم برای اینکه سریعا ساختار لوئیس را رسم بکنید. NCl3 آرایش الکترون نقطه نیتروژن چون گروه 15 این شکلی میشه. کلور آرایش الکترون نقطه ایش این شکلی میشه. من اول میام تعداد کل پیونداشو به دست میارم. تعداد کل پیونداشو به دست میارم. چه شکلی؟ میام میگم یه دونه نیتروژن دارم. چند تا تک الکترون داره؟ چون تک الکترون ها پیوند میدن دیگه. 1, 2, 3 تا. این برای کی؟ این برای نیتروژن. از اون طرف چند تا کلور دارم؟ 3 تا. چند تا تک الکترون داره؟ فقط یه دونه. اینم برای کلور. هر پیوند رو دو بار شمردم. پس تقسیم برای 2 میکنم. جمعش میشه 6 تقسیم برای 2 میشه 3. حالا دقت کن. من تا اینجا کل پیوندا رو به دست آوردم. فرمولش چی بود؟ تعداد هر اتم ضرب در تعداد الکترون‌های موجود در ساختار الکترون نقطه‌ای تقسیم بر 2. تا اینجا قبوله؟ 3 تا پیوند داره دیگه. اتم مرکزی هم همتون میدونید تو کتابم نوشته میشه چپی به جز هاش. از چپ نگاه کنم اتم مرکزیش کیه؟ نیتروژن. اینجا میگم نیتروژن 3 تا کلور دورش هست. 3 تا پیوند هم بیشتر نداره. اینجا یه پیوند، 2 پیوند، اینجا هم 3 پیوند. حالا بعد از این که تموم شد میایم هشتاییش میکنیم. چه شکلی هشتاییش میکنیم؟ نیتروژن 2, 4, 6 تا دورشه، یه جفت میخواد. کلور 2 تا دورشه، 4, 6, 8. اینم باز 2 تا دورشه، 4, 6, 8. اینم باز 2 تا دورشه، 4, 6, 8. حله؟ حالا برای اون یکی CO CL2 همین کارو میکنم. میگم تعداد پیونداش چه شکلی به دست میاد؟ کربن 1, 2, 3, 4 تا است دورش. اکسیژن اینطوری ساختارش 2 تا تک داره. کلورم که اینجا کشیدم دیگه فقط یه دونه تک داره. تعداد پیوندا من یه دونه کربن دارم 4 تا تک داره. اکسیژن یه دونه دارم 2 تا تک داره. کلورم 2 تا دارم هر کدومش یه تک داره تقسیم بر 2. 4 و 2, 2, 8 تقسیم بر 2 میشه 4. تا اینجا قبوله؟ حالا دقت. میام میگم که چپی به جزهاش میشه کربن. کربن یه دونه پیوند حداقل باید با کلور بده این ور، یه دونه هم باید با این کلور بده، یه دونه هم باید با اکسیژن بده. اما من چند تا پیوند دارم؟ تا الان شده 3 تا پیوند. من 4 تا پیوند دارم. چون 4 تا پیوند دارم کلورا مگه قرار نشد یه دونه تک داشته باشه یه پیوند بده؟ الان اون پیوند دومی رو به کلورا نمیدم. به کی باید بدم؟ به اکسیژن باید بدم. اکسیژن چون 2 تا تک داره 2 تا هم پیوند میگیره. حالا دقت. تموم شد پیوند رسم کردن ها. میام هشتایی میکنم. کلور باز یه دونه خط دورشه، 4, 6, 8. این باز یه خطه، 4, 6, 8. اکسیژن 2 خطه، 4, 6, 8. 2 تا پیوند که داره 2 تا جفتم میذارم. کربن رو هیچی براش نمیذارم. 4 تا خط دورشه دیگه، هشتایی شده، 8 تا الکترون داره. پس قبوله؟ خب بریم سراغ سوال هفتم. گفته واکنش زیر را موازنه کرده و به سوالات زیر پاسخ بدید. بریم سراغ موازنه. ما همیشه برای موازنه کردن میایم از ترکیبی شروع میکنیم که تعداد اتماش بیشتره. ضریب 1 بهش میدیم، تیک میزنیم. پس گام اول، الان این تعداد اتماش از همه بیشتره، من ضریب 1 بهش میدم، تیک میزنم. وقتی تیک میزنم دیگه تا وقتی مجبور نشم با اون ترکیب هیچ کاری ندارم. الان
میریم سراغ کدوم عنصر برای موازنه کردن؟ میریم سراغ عنصری که این جمله‌مو خوب دقت کن، چون لم بهت میده تا 12امت همین شکلی موازنه میکنی. میریم سراغ عنصری که تو ترکیب‌های تیک نخورده فقط یه جا باشه. الان گوگرد رو نمیشه موازنه کرد، چون هم تو اینه هم تو این هیچ کدومم تیک نخورد. اکسیژن رو نمیشه، چون هم تو اینه هم تو اینه، اما آهن رو میشه. اینجا دو تا آهن دارم، اینجا یه دونه آهن دارم، دو میذارم تیک میزنم. برای اینکه بفهمم تو گام بعدی چه عنصری رو موازنه کنم، باز برمیگردم نکته قبلی رو اجرا میکنم. برای اینکه موازنه رو ادامه بدیم، توی ترکیبات تیک نخورده دنبال عنصری میگردیم که فقط یه جا باشه. الان کدوم ها تیک نخوردن؟ این دوتا. اکسیژن که تو هر دوتاش هست، فقط S که تو این یه دونه است، پس S رو باید موازنه کنم. S دیگه کجاست؟ دو تا S اینجا دارم، یه دونه یه ضریب دو میدم تیک میزنم. الان اکسیژن رو میشه موازنه کرد، چون فقط یه ترکیب تیک نخورده. الان چند تا اکسیژن اینجا داریم؟ سه تا اینجاست، دو دوتا چهار تا هم اینجاست، پس سرجم میشه چند تا؟ هفتا. نکته ضریب مساویه با تعداد مورد نیاز تقسیم بر زیروند. من الان اینجا هفتا میخوام دیگه، درسته؟ زیروند شند دو. تو موازنه ضریب کسری نباید باشه. پس همه اونایی که تیک خورده رو ضرب در دو میکنم. از شانس من الان اینجا همش تیک خورده. پس ضرب در دو بکنیم، این میشه چهار، این میشه هفت، این میشه چهار، اینم میشه دو. حله؟ خب حالا بریم سراغ ادامه. گفته برای تولید 80 گرم آهن سه اکسید به چند مول گاز اکسیژن نیاز است. اونی که میخوای رو علامت سوال میذاری اینجا مینویسی، اونی که بهت داده رو همین اول مینویسی. چی بهت داده؟ 80 گرم آهن سه اکسید، یعنی Fe2O3. لم حل مسئله های استوکیومتری اینه، هر چی که بهت دادن رو اول به مول تبدیل میکنی. مول ماده‌ای که داری با مول ماده مجهول طبق واکنش رابطه داره، بعد مول ماده مجهول رو به هر چیزی که دوست داشتی تبدیل میکنی. الان من گرم Fe2O3 دارم، اول میام بدون اینکه عدد گذاری بکنم گرم Fe2O3 رو به مول Fe2O3 تبدیل میکنم، درسته؟ قراره به چی برسم؟ به O2 برسم. به چی O2؟ به مول O2. پس میام مول Fe2O3 رو به مول O2 تبدیل میکنم. فقط مولا با هم رابطه دارن، اونم طبق چی؟ طبق واکنش. الان به اون چیزی که میخواستم رسیدم، پس اینجا یه مساوی میذارم. جرم مولی Fe2O3، Fe رو داده 56، اکسیژن رو داده 16. دو تا Fe دارم، دو تا 56 تا 112 تا، سه تا هم اکسیژن دارم، سه تا 16 تا 48 تا، 48 با 112 میشه 160. یعنی هر 160 گرم Fe2O3 میشه یه مول Fe2O3. اینو با استفاده از چی نوشتم؟ جرم مولی. از اینجا به بعد هر چی مینویسیم آنچه میدانیمه. حالا مولا رو چه شکلی به هم دیگه تبدیل بکنم؟ دقت کن، مولا طبق واکنش با هم رابطه داره. یعنی الان ضریب Fe2O3 چنده؟ دو. ضریب O2 چنده؟ هفت. با هم دیگه رابطه داره. آقا ساده کنیم، چشم، 80 با 160 میره میشه دو. دو دوتا چهار تا جواب میشه هفت. چهارم، هفت چهارم میشه چقدر؟ میشه 1.75 صدم مول O2. اصلا همونطوری هم بنویسی کفایت میکنه. حل قسمت بعدی یه تمرین دیگه است، دقت کن. گفته بعد از مصرف کامل 12 گرم آهن دو سولفید چند لیتر گاز گوگرد دی اکسید در شرایط استیپی تولید میشه؟ شرایط استیپی چی بود؟ هر مول گاز 22.4 لیتر حجم داره. الان من علامت سوال میذارم،
میگم لیتر استیپی کی اس او دو، اینو میخوام. چی به هم داده؟ به هم 12 گرم اف ای اس رو داده، آهن دو سولفید یعنی اف ای اس. باز همون تکنیک رو اجرا میکنم، اول گرم آهن دو سولفید رو یعنی اف ای اس رو به مولش تبدیل میکنم. مول اف ای اس با مول اس او دو رابطه داره. بعد از اینکه به مول اس او دو رسیدم، چون میخوام به لیترش برسم، میتونم مولش رو به لیترش تبدیل بکنم. نگاه کن اینجا رو، گرم اف ای اس میشه مول اف ای اس. با استفاده از چی؟ با جرم مولیش. ادامه میدم. حالا مول اف ای اس رو به چی تبدیل میکنم؟ به مول اس او دو. با استفاده از چی؟ با واکنش. حالا مول اس او دو رو به چی تبدیل میکنم؟ به لیتر اس او دو. با استفاده از چی؟ با استفاده از شرایط استیپی. دقت کن، اف ای اس، اف ای 56ه، اس هم 32، جواب میشه چقدر؟ 88. 88 گرم اف ای اس میشه 1 مول اف ای اس. تا اینجا قبوله؟ خب میریم سراغ واکنش. هر 4 مول اف ای اس با چند مول اس او دو رابطه داره؟ با 4 مول. آقا 4 4 که میشه 1، میگم اوکی، ولی 25 صدام همین نمره داره. از یه طرفم میدونم هر مول گاز تو شرایط اس تی پی 22.4 لیتر حجم داره، درسته؟ تمام. این 4 با این 4 خط میخوره دیگه، تو امتحان ماشین حسابم مجازه. این عدد هم دیگه زیاد به هم دیگه ساده نمیشن. تهش این که اینو به 4 ساده کنم بشه 3، اینو به 4 ساده کنم بشه 22. مثلا اگر اینو 1 بگیرم حوالی 3 میشه، یه کوچولو بیشتر از 3. چون ماشین حساب مجازین، ما ماشین حساب استفاده بکنیم. 22.4 ضرب در 3 تقسیم بره 23.54 حدوداً. 3.54 لیتر SO2. حل بچه ها؟ پس هرچی بهتون دادن اول به مول تبدیل میکنید، مول مواد با مول مواد دیگه طبق واکنش رابطه داره، بعدش از دوباره دومینووار اونی که تبدیل کردید به مول ماده مجهولتون رسیدین، به هر چیزی که دوست داشتین تبدیل کنید. مثلا تو سوال قبلی من به مول اودو رسیدم، اگر از من جرم اودو رو هم میخواست میگفتم هر مول اودو 32 گرمه، به جرم اودو میرسیدم. میگفت حجم اودو رو تو شرایط استیپی به دست بیار، میگفتم هر مول اودو 22.4 لیتر حجم داره، ضرب میکردم به دست میوردم. لم یکسانه. حل. بریم سراغ ادامه. سوال 8 به من گفته محلول 20% جرمی از پتاسیم سولفات تهیه شده است. در 80 گرم از این محلول چند مول پتاسیم سولفات وجود دارد؟ من میدونم درصد جرمی مساوی جرم حل شونده به جرم محلول ضرب در 100. قبوله؟ خب درصد جرمیش مگه 20 نیست؟ جرم حل شونده رو که ندارم. حل شونده منظورم کیه؟ همین پتاسیم سولفاته. اصلا بذار فرمولشو بنویسیم. پتاسیم سولفات پتاسیم کاه مثبته، سولفات SO4 دو منفیه. ما گفتیم اول کاتیون رو مینویسیم بعد آنیون رو. این میاد اینجا، اینم میاد اینجا، جواب میشه چی؟ میشه کادو SO4. X گرم کادو SO4 تقسیم بر جرم محلولش هم چقدره؟ 80. درست می؟ حالا نگاه کن، X میشه چی؟ X میشه، باز با ما قهر کرد، X میشه
20 ضرب در 80 گرم کادو اس او 4. سوال از من چی میخواد؟ از من مول پتاسیم سولفاتو میخواد. گرمشو دارم، مولشو میخوام به دست بیارم. مول کادو اس او 4 مساوی با 20 ضرب در 80 گرم کادو اس او 4. دوستم ندارم ضرب کنم، میام گرم کادو اس او 4 رو طبق همون سوال قبلی به مول کادو اس او 4 تبدیل میکنم. درسته؟ خودش اصلا فرمول کادو اس او 4 هم نوشته، میتونستین تقلب کنین. 39 ضرب در 2 به علاوه اس او 4 رو من حفظم میشه 96. 39 ضرب در 2 میشه 78. 100 به علاوه 74 میشه 174. هر 174 گرم میشه 1 مول کادو اس او 4. یعنی عددا به حدی عددا سمیه که واقعا بذاری لحظه ببینم. میگه 22 تو مخرج چی شد؟ ضرب کردم دیگه، 3 ضرب در 22 و 14 هم تقسیم بر 22 اون عدده شد. شما ماشین حساب هم ضرب بکنید به همون عدد میرسید. الان اینجا هم 20 ضرب در 80 تقسیم بر 174 تقریبا 9 و 2 دهم میشه. تقریبا 9 و 2 دهم مول کادو اس او 4 میشه. آخ ما اینجا یه اشتباهی کردیم. ما اینجا ضرب در صده رو نذاشتیم. ضرب در صده رو اگر بذاریم این صفر با این صفر میره، این صفر هم با این صفر میره، یعنی جواب ما میشه 16 گرم کادو اس او 4. 16 گرم کادو اس او 4. اینجا هم کارمون راحت میشه دیگه، میشه 16 گرم کادو اس او 4. اینم احتمالاً دو رقم اعشار میخوره دیگه، میشه 92 هزارم مول کادو اس او 4. ما اونجا ضرب در صده رو یادمون رفت بذاریم. حل بچه‌ها. خب پس یه بار دیگه توضیح بدم. اول با استفاده از درصد جرمی جرم حل شونده به جرم محلول ضرب در صد، 20 مساوی x 80 ضرب در صد، x به دست اومد 16 گرم کادو اس او 4. حالا میخوایم کادو اس او 4 رو گرمش رو به مولش تبدیل کنیم. میگیم با استفاده از این عددا جرم مولیش رو حساب کردیم شد 174. 16 گرم کادو اس او 4 به صورتی که هر 174 گرم 1 مول کادو اس او 4 به مولش میرسم. 16 رو تقسیم بر 174 بکنید، من با ماشین حساب به دست آوردم 92 هزارم تقریبا. حل. بریم سراغ سوال نهم. گفته که در 100 میلی لیتر محلول نیم مول بر لیتر پتاسیم نیترات چند میلی گرم نمک پتاسیم نیترات حل شده است. ما میدونیم غلظت مولار، غلظت مولی یا مولار میشه مول حل شونده تقسیم بر حجم محلول. درسته؟ خب خودش مگه نگفته غلظتش نیم مول بر لیتره؟ نیم مول بر لیتر مساوی 100 میلی لیتر هم شما اینو اگر تقسیم بر 1000 بکنید میشه 1/10 لیتر. درسته؟ اینجا هم 1/10 لیتر. من مولشو ندارم. 1/10 ضرب در نیم x میشه 0.05 یا اینطوری بنویسیم 0.05 مول از چی؟ پتاسیم نیترات کا. اگر اومد KNO3 پتاسیم نیترات هم اینجا براتون نوشته.
جرم مولیش رو حساب کنید 39 با 14 با 3 تا 16 جرم مولیش به دست میاد 101 گرم بر مول. الان مولش رو دارم، میخوام به چیش برسم؟ میخوام به میلی گرم نمک پتاسیم نیترات برسم. اون دفعه به جرم رسیدم، این دفعه به میلی گرم میرسم. به گرم رسیدم، این دفعه به میلی گرم. نگاه کنید اینجا رو، علامت سوال میلی گرم کائن اوسه، درسته؟ چقدر دارم ازش؟ 0.05 مول کائن اوسه دارم. از طرفی میدونم مول کائن اوسه با گرم کائن اوسه رابطه داره. همین الان گفتیم هر یه مولش چقدره؟ 101 گرم. از یه طرفی هم میدونم هر گرم کائن اوسه 1000 میلی گرم کائن اوسه است. گرم رو میخواییم به میلی گرم تبدیل کنیم، زب داره 1000 میکنیم دیگه. دقت کن اینجا رو، دوتا صفر این با دوتا صفر این ساده میشه، درسته؟ 10 زب داره 101 میشه 1010، زب داره 5 میشه 5050 میلی گرم کائن او سه. به همین راحتی، به همین خوشمزدگی. دو نمره ناقابل هم داشتی، یعنی دو تا فرمول فقط باید بلد باشی. لمم همون لمه، نها کنید هر چی بهت داد به مول تبدیل میکنی، مولو به هر چیزی دوست داشته باشی میتونی تبدیل کنی. صورت و مخرج هم یه طوری مینویسی صورت و مخرج ها با هم ساده بشانه ها کن، مول کائنوسه مول کائنوسه، گرم کائنوسه گرم کائنوسه، تا چی؟ تا به اون واحدی که دوست داری برسی، صورت قبلی مخرج بعدی. حله؟ چرا تقسیم بر هزار شد؟ تو کدوم؟ تو اون قبلیه؟ آهان، تقسیم بر هزار اینجا رو داری میگی؟ میلی لیتر رو اگر بخوام به لیتر تبدیل بکنم باید تقسیم بر 1000 بکنم حجممو. حله؟ بریم سراغ سوال بعدی. آها تموم شد دیگه، سوالمونم تموم شد. اینجا دیگه پاسخنامه‌ش من دیگه به همراه پاسخنامه داخل خود کانال میذارم. دم همگیتون گرم، خیلی خیلی ممنون. یه امتحانو کامل حل کردیم، فکر نمی‌کنم دیگه فرمولی داخل امتحان دهم ها مونده باشه که من ازش سوال حل نکرده باشم دیگه. ما انحلال حل کردیم، غلظت حل کردیم، درصد جرمی، پی پی ام، استوکیومتری دوتا حل کردیم، ساختار لوئیس حل کردیم دیگه، موازنه حل کردیم دیگه. مفیدترین 45 دقیقه ممکن، حالا آره دیگه تقریبا 45 دقیقه، و امیدوارم بهترین نتیجه براتون رقم بخوره. مطمئنم که رقم میخوره. خواهش میکنم این ویدیو رو و پیج اینستاگرام شیمی کلاب رو به همه دوستاتون به عنوان زکات این کار معرفی کنید. من دیگه چون سوالا رو کجا دانلود بکنید؟ از خود کانال شیمی کلاب، من داخل استوری اینستاگرام میگم، کانال وبلایتش، اپلیکیشن وبلایت رو نصب بکنید که از اون طریق بخواید برید سراغ همین پی دی اف ها و دیگه استفاده رو انجام بدید. من یه غزل دیگه آخرین کلاسم هستش بخونم تا ببینیم که برنامه بعدی، شاید اصلا داخل شیمی کلاب ما یه شعر و شیمی هم داریم، یه قسمتی رو به اون اختصاص دادیم، گفتیم بچه‌ها حداقل با ادبیات اونس بگیرن. میگه که این شعر رو قطعا سر کلاس ها خوندم ولی دیگه حالا هوای الان نمیدونم چرا به ذهنم انداخته که اینو بخونم. میگه که نشسته در حیات و ظرف چینی روی زانویش، اناری بر لبش گل کرده سنجاقی به گیسویش، قناری های این اطراف را آسیم سر کرده صدای نازک برخورد چینی با علنگویش، مضاعف می کند زیباییش را گوشوار آنسان که در باقی درختی مهربان را آلبالویش، کسوف ماه رخ داده است یا بالا بلای من به روی چهره پاشیده است از ابریشم مویش،
اگر یاس امین الدوله بودم می توانستم کمی از ساقه هایم را بپیچم دور بازویش. تو را از من گرفتند هر باری به ترفندی، یکی با طعنه تلخش، یکی با برق چاقویش. قضاوت می کند تاریخ بین خانده با من، که از من شعر می ماند و از او باغ گردویش. رعیت زاده بودم، دخترش را خان نداد و من هزاران زخم کهنه داشتم، این زخم هم رویش. خسته نباشین، حال دلتون همیشه خوب باشه، مراقب خودتون باشین. یا علی، خدا یار و نگهدارتون.